ولی الرحمن که از او به عنوان دومین مرد طالبان پاکستان نام برده میشد کشته شد. دولت آمریکا در فهرست افراد تحت تعقیب خود برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. به گفته مقام های امنیتی پاکستان او به همراه 6 نفر دیگر در جریان حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مجتمع مسکونی در مرکز منطقه وزیرستان شمالی کشته شد. یک هفته قبل باراک اوباما که به دلیل استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تحت انتقادهای شدیدی قرار گرفته است، قول داد که استفاده از این ابزار مدرن جنگی را محدود خواهد کرد. دولت پاکستان در سالهای اخیر نسبت به چنین عملیاتی بارها ابراز نگرانی کرده و آن را تعدی به تمامیت ارضی خود خوانده است. وزارت امور خارجه پاکستان روز چهارشنبه بار دیگر در بیانیه‌ای حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی را محکوم کرد.